مؤسسه فرهنگی بامداد امید سبا. هیستوریا. پادکست شماره 5. اصلاحات آموزشی دوره ناصرالدین شاه پس از امیر کبیر. دوره ناصرالدین شاه با صدارت 3 ساله امیر کبیر شروع شد که اصلاحات همه جانبه ای را در کشور آغاز کرد. اما پس از عزل وی این روند به کندی گرایید. صدر اعظم جدید میرزا آقاخان نوری در دوره 7 ساله صدارتش مانع بسیاری از اصلاحات شد و حتی سعی در بستن دارالفنون داشت، اما شاه مخالفت کرد. در این زمان اعتزاد السلطنه رئیس دارالفنون تصمیم گرفت شاگردان بیشتری ثبت نام کند. بنابراین اطلاعیه‌ای در وقایع اتفاقی منتشر کرد و علاوه بر اشراف از کسبه و تجار هم خواست پسرانشان را به دارالفنون بفرستند. به دانش آموزان وعده لباس فرم و نهار رایگان، مقرری ماهانه و استخدام دولتی داده شد. اما متاسفانه برای معلمی از کارمندان سفارت انگلستان استفاده شد که باعث نفوذ این کشور در میان قشر نخبه ایران گردید. همچنین در این دوره برای اولین بار دانشجویانی به منظور تحصیل در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی به اروپا اعزام شدند که نشان دهنده درک دولت از نیاز کشور به علوم انسانی جدید بود. این روند ادامه داشت تا اینکه ایران به علت ضعف نظامی مجبور به واگذاری هرات به انگلستان شد. این ضربه باعث گردید شاه به ناگزیر بودن اصلاحات پی ببرد. او با عزل میرزا آقاخان مقام صدارت را هم ملغا کرد و 10 سال بدون صدر اعظم به حکومت پرداخت. در این دوره عمده کارهای دولت توسط جعفرخان مشیرالدوله از دانشجویان تحصیل کرده در انگلستان انجام می شد و او مدام شاه را به انجام اصلاحات ترغیب می کرد. در این بازه بیشترین تعداد اعزام دانشجویان به خارج از ابتدای دوره قاجار صورت گرفت. با این حال تا سال 1870 هدف از آموزش نوین تربیت کادر اداری و نظامی برای افزایش کارایی حکومت بود. اما از این زمان مسئله آموزش با هدف سواد همگانی و ترقی مردم عادی مورد توجه قرار گرفت و به جای انحصار آموزش مدرن نزد اشراف، مسئله آموزش همگانی مطرح شد، زیرا اصلاحگران که خود تحصیل کرده بودند به این نتیجه رسیدند که عقب ماندگی ایران تنها در بعد نظامی یا صنعتی نیست، بلکه ساختار حکومت و مردم نیز نیاز به تغییر دارند. بنابراین آموزش ابتدایی مورد توجه قرار گرفت که پیشتر از آن غفلت شده بود. شاه سرانجام پس از 10 سال حکومت بدون صدر اعظم در سال 1870 میرزا حسین خان سپه سالار را به صدارت برگزید. سپه سالار که قبلاً وزیر مختار ایران در عثمانی و از طرفداران اصلاحات بود، در دوره 3 ساله صدارت خود اقدامات آموزشی بسیاری انجام داد. ابتدا وضع دارالفنون را که به محلی برای وقت گذرانی تبدیل شده بود بهبود بخشید. همچنین برای نخستین بار مدارسی رایگان ساخت، از جمله مدرسه مشیریه، مدرسه کارآموزی سیاسی برای آموزش قواعد دیپلماسی بین المللی و مدرسه دارالترجمه با 60 شاگرد با هدف آموزش زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و ترکی. متاسفانه سپه سالار به دلیل مخالفت دربار و برخی علما بر سر قرارداد رویتر از صدارت عزل شد. اما شاه که به او نیاز داشت، وزارت جنگ را به وی سپرد. سپه سالار در دوران تصدی وزارت جنگ یک مدرسه نظامی ساخت که به تدریس فنون جدید نظامی، زبان فرانسه و علوم جدید می پرداخت و بعداً در زمان تصدی وزارت عدلیه 4 روزنامه وقایع عدلیه، نظامی، مریخ و وطن را چاپ کرد که در تمام آنها به نشر اخباری درباره اصلاحات و تغییرات اجتماعی همچنین اکتشافات علمی و تاریخی می پرداخت. نکته جالب این بود که این روزنامه ها در نقد و بحث اجتماعی آزاد بودند و با نشر مشکلات ولایت نقش مؤثری در آگاهی بخشی به مردم داشتند.
البته باید در نظر داشت که روزنامه نگاران این دوره هنوز جرأت تاختن به اساس سلطنت را نداشتند و تنها به حکام و مأموران جزء انتقاد می کردند. به هر حال پس از عزل سپه سالار از صدارت روند اصلاحات رو به کندی رفت، زیرا صدر اعظم‌های بعدی علاقه چندانی به اصلاحات نداشتند. شاه نیز پس از نهضت تنباکو از تهدید اصلاحات برای قدرتش ترسیده بود، خصوصا اینکه دانش آموزان مدارس جدید از جمله دارالفنون نقش مهمی در تحریک مردم داشتند. شاه حتی قانون ممنوعیت سفر به خارج از کشور را وضع کرد و اعزام دانشجویان برای تحصیل متوقف شد. البته برخی خانواده‌های نزدیک به دربار در مأموریت‌های رسمی چند تن از پسران اقوام را برای تحصیل به اروپا می‌بردند. در واقع ناصرالدین شاه همواره در نوعی دوگانگی بود، زیرا هم به اصلاحات علاقه داشت خصوصاً پس از سفرهایش به اروپا و هم نمی‌خواست اروپاییان ایران را کشوری عقب مانده بدانند. اما از آگاهی بخشی اصلاحات که باعث آگاهی مردم از ظلم قاجاریان می‌شد و سلطنت را به خطر می‌انداخت نیز می‌ترسید. در نهایت شاه تسلیم ترسش شد و روند اصلاحات تا به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه تقریباً متوقف گردید. اگه از این ویدیو لذت بردین، در شبکه‌های اجتماعیمون ما رو دنبال کنین، لایک کنین و سوالات و نظراتتون رو برامون کامنت بذارین. تهیه شده در مؤسسه فرهنگی بامداد امید سبا.